سلام، با 180 ثانیه یه سه شنبه دهم اردیبهشت ماه همراه ما باشید. خبرگزاری ایسنا میگوید قیمت انواع نان در ایران افزایش یافته است و این در حالی است که بیژن نوروز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان سنتی این افزایش را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس این گزارش هر عدد نان بربری و سنگک در روز سه شنبه 2000 تومان فروخته شد. امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد نرخ آب بها در تهران برای مصرف کننده های بالای 30 متر مکعب به طور متوسط 10% افزایش می‌یابد. روابط عمومی سازمان اورژانس کشور از ریزش یک تونل در آزادراه تهران شمال خبر داد. خبرگزاری فارس بروز انفجار و آتش سوزی را عامل این حادثه معرفی کرده است. در پی این واقعه 8 نفر در داخل تونل محبوس شدند. سخنگوی اورژانس اعلام کرد تاکنون 3 کارگر در اثر شدت سوختگی در این حادثه جان خود را از دست دادند. این تونل اصلی و این هم تونل دسترسی که انفجار در این تونل اصلی اتفاق افتاده در فاصله 1.9 کیلومتر. سازمان عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی 2 پسر نوجوان زیر 18 سال را شلاق زده و سپس مخفیانه اعدام کرده است. بر اساس اعلام این سازمان 2 زندانی نوجوان اعدام شده در سن 15 سالگی دستگیر و به اعدام محکوم شده بودند. امروز سه‌شنبه جمعی از مالباختگان مؤسسه مالی کاسبیان در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. حجت الله آریایی نیا رئیس اداره میراث فرهنگی دسفول اعلام کرد آسیاب‌های آبی و تاریخی دسفول بر اثر سیلاب فروردین ماه بیش از 40% آسیب دیدند. این ابنیه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا در چند پیام توییتری که روز سه‌شنبه منتشر شد ضمن اینکه از مردم خواست به خیابان‌ها بیایند نوشت پایان قطعی غصب کشور فرا رسیده است. او همچنین در ویدئویی کنار گروهی با یونیفرم ارتش دیده می شود. روز سه‌شنبه امپراتور ژاپن با حضور در معبد آیین شینتو در کاخ سلطنتی پایتخت و اجرای مناسک ویژه مراسم کنارگیری از مقام امپراتوری را آغاز کرد. با پایان دوره امپراتوری آکیهیتو، ناروهیتو ولیعهد به این مقام خواهد رسید.